هم میهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به با خبر ایران شهر خوش آمدید. امروز تیرشید دوم آبان ماه 2583 ایرانیه و 23 از ماه اکتبر 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. Today in the streets of Iran, people chant the name of my father. They remember him not simply as a leader of a bygone era, but as a symbol of sovereignty, progress, pride, and service to the nation. Despite the decades that have passed, his memory is alive in the hearts of Iranians. His greatest vindication comes not from the actions of governments, but from the voices of ordinary people who honor his legacy. I spoke of President Nixon standing alone. Often those fighting for Iran's liberation did so alone and against the pressures of the global media and establishment. Even today, those pressures continue. But today things have changed because those ordinary people who honor my father's name do so not just out of nostalgia. Those ordinary people, millions of them across my country, are extraordinarily brave. Because they are not just hoping for the better future my father believed they deserved. They are fighting for it. I was often told that I would not get far in my campaign for my country because I did not have the apparatus of state, certainly not the proper funding, and no army. But now, I have such an army, my extraordinary brave compatriots. And having once worn my nation's uniform, there's no one I stand more proudly side by side with than the people of Iran today. And I will stand with them until victory. Stay strong, stay brave, be ready to make Iran great again. To Tehran, mi binam etun. Ba durud faravan be millat aziz Iran. In sepah fasid کامیونا رو از ملت ایران دزدیده به کی داره باج میده؟ تا میبره عراق بفرسته، سوریه، لبنان، از ملت ایران که داره میدوزه. این موشکایی که داره میزنه به اسرائیل عزیز، یعنی از حق ایران داره میدوزه. لعنت به خامنه‌ای، لعنت به سپاه، لعنت ملت ایران. آه ملت ایران پایت میگیره خامنه‌ای یک کثیف. چقدر تو کثیفی سپاه، چقدر تو سردارای سپاه، سردارای نیروی انتظامی، چقدر شما فاسدید که نه حرف زدن بلدید، نه عمل چیزی رو بلدید. که آقا بزن یکی دیگه رفت عقب مونده ترین چاپلوس ترین آدم های کثیف ترین آدم های روی زمینی. خب هم میهنان عزیز و بزرگوارم، ساعتی پیش طبق اعلام قبلی، اعلی حضرت شاهزاده رضا پهلوی و رضا شاه دوم جایزه معمار صلح بنیاد نیکسون رو در کالیفرنیا یا آمریکا دریافت کردند. این جایزه توسط کتابخانه ملی نیکسون اهدا شده و قبلا این جایزه به افراد بسیار مهمی مثل مایک پومپئو، هنری کیسینجر و بسیاری از شخصیت‌های مهم و کلیدی تأثیرگذار در سیاست‌های آمریکا و جهان اهدا شده. اینکه این جایزه ارزشمند به ایشون داده شده به خصوص با عنوان معمار صلح بسیار بسیار پرمعناست. در واقع یک اعلامیه است به ایرانیان. این در واقع اعلامیه به چیه؟ اینکه اعلیحضرت نقشه‌ها و برنامه‌هایی که اعلام کرده که چندین برنامه مختلف رو ایشون هم از لحاظ تجاری، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی اعلام کردن
به خصوص در بعد منطقه‌ای که الان کلاً اظهار نظر ایشون در واقع نظر بسیار مثبتی در کشورهای عربی ایجاد کرده و از حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی و کلاً به اساس رژیم اسلامی حمایت دارن میکنن. گرچه خود اعلیحضرت به وضوح جنگ رو اصلا توصیه نمی کنن، ایشون اصلا طرفدار جنگ نیستن، گفتن که ما این رو راه حل نمیدونیم، از ملت ایران باید حمایت بشه. به نظر من اگر ملت ایران نشون بدن بعد از حملات اسرائیل، یعنی قبلش الان حمایت هایی نشون دادن، بعدش اگر نشون داده بشه این حمایت ها، هیچ شکی وجود نداره که اون وقت هستش که بخش حمایت از ملت ایران رو میتونیم حداقل از بخشی از غرب توقع داشته باشیم، بخشی از غرب نه همش. خب الان این اعلامیه برای چیه؟ ببینید، شرایطی که منطقه و جهان داره به اینجا رسیده که تغییرات بزرگی باید رخ بده، به خاطر اینکه تغییرات که ایالات متحده الان در نظر گرفته، به خصوص در صنایع و تولیدات که بسیارش داخلیه، اصولا خلأهایی ایجاد میکنه در سطح جهانی، به خصوص در خاورمیانه، که این خلأها باید با چیزهای دیگه پر بشه. مثلا آمریکا در 30 سال گذشته در افغانستان و عراق حضور داشته، یعنی نظامی اینجا بود، یعنی قدرت برتر بود، اینا جمع کردن رفتن و الان هم دیگه متحرک شدن، یعنی آمریکا کلی از پایگاهاشو جمع میکنه، در این حال همینطور 10 ناو هواپیمابر قدیمی تر کلاس نیمیتس رو داره جمع میکنه، با 4-5 تا ناو هواپیمابر کلاس جدید فورد داره جایگزین میکنه. این کلاس جدید قدرتش کمتر از کلاس قبلی نیست، خب یعنی 10 تا ناو قدیمی، ناو هواپیمابر که هر کدوم چون در واقع نیروی هوایی یه ارتش به حساب میان، یعنی الان ناو هواپیمابر آبرام لینکلنز که در خلیج فارس آماده درگیری با رژیم اسلامیه، این ناو هواپیمابر با ناو گروه همراهش اصولا به راحتی میتونن تمامی ادوات و بخش‌های مختلف ایران رو در حال حاضر نابود بکنن و رژیم رو اصلا نابود بکنن، یعنی به همین سادگی چنین امکانی داره. خب این ناو قدیمیه، آمریکا داره متحرک‌تر میشه، این ناو رو داره کمتر میکنه، قوی‌تر میکنه ولی کوچکتر. ببینید الان آمریکایی‌ها تمام این درگیری اگر در اسرائیل و ایران و نمیدونم لبنان اینا تموم بشه، میرن جمع میکنن میرن، بنابراین باید چیزی جای اون رو پر بکنه، قدرتی که غربی‌ها بتونن روی اون حساب بکنن. مثل داستان چیونه؟ مثل داستان لشکرکشی میمونه. خب ببینید اصلا کل داستان قدرت در جهان همینه. فرض بکنید مثلا اگر بخوام مثال بزنم که همیان بهتر متوجه بشن، این سریال بازی تاج تخت اگر یادتون باشه، اون ملکه اژدها که تو یک در واقع قاره جداگونه اگر یادتون باشه قدرت گرفت، سپاه پیدا کرد، اژدهاشو بزرگ کرد، یک شهر و یک کشور در واقع فتح کرد، اما بعد از اونجا میرفت. اما شما وقتی یه جا رو فتح میکنی نمیتونی رها بکنی بری، چرا؟ چون به محض اینکه رها بکنی قدرتایی که شما شکستش دادی برمیگردن اونجا رو میگیرن و از این به اصطلاح خلأ که میگن از خلأ استفاده میکنن، اونجا رو پر میکنن و میشن دوباره قدرت علیه تو. برای همین اونجا ملکه مجبور شد یکی از بهترین افرادشو بذاره اونجا اگر یادتون باشه و از اون شهر بره، بره یه قاره دیگه و همه اتفاقایی که افتاد. این داستان من میتونم به شما بگم که کلا قدرت چجوری کار میکنه. آمریکا داره میره، باید کسی جای او باشه. عرب ها به کلی با همه این تجهیزات نشونن که آماده این داستان نیستن، آماده این کار نیستن. فقط عربا تو کار سرمایه گذاری هن، پول بذارن یه جایی یه چیزی بسازن، پول در بیارن، اینجور چیزا. از طرف دیگه رژیم اسلامی کلن دشمن آمریکا، کل منافع ترکیه هیچ اعتباری بهش نیست، اصلا معلوم نیست چپ راست اسلامگراز، برای خودش کار میکنه، برای روسیه کار میکنه، هر دقیقه یه سازی میزنه و به کلی غیر قابل اعتماده. عراق به کلی افتاده دست شیعیان، یا اگر شیعه نباشه داعش اونجا کار میکنه. سوریه دست یکی از خونخوارترین و آدمکشترین آدما در منطقه است. به لبنان که اصلا حزب الله لبنان بوده، خودشون با هم دیگه درگیری نژادی و مذهبی دارن. منطقه صاحب نداره. الان صاحبی که ابراز وجود داره میکنه اسرائیل. و الان آمریکایی‌ها و غربی‌ها متوجه شدن که یه نفر باید اینجا رئیس باشه. اگر نباشه نمیشه. برای همینه که قبل از بهمن 57 پادشاه ایران میگفتن ژاندارم منطقه، به خاطر همین، بخاطر اینکه اینجا صاحب داشته باشه، یه نفر باید نظم رو برقرار بکنه. اسرائیل الان نشون داده که آدم این کار هست. الان با همه هارت پورتای که رژیم میکنه، شما خواهید دید که چه حمله ای خواهد کرد اسرائیل و ضربات که به رژیم وارد خواهد شد اصلا غیر قابل باور خواهد بود برای بسیاری. الان در داخل ایران خیلی اینو میدونن، مطمئنن که این شدنیه، بخاطر اینکه میدونن رژیم ضعف داره، رژیم به کلی همه چیز رو باخته،
اعتماد به نفس ملت رو به کلی از دست داده، اعتمادی بهش نیست، بلکه دشمن الان به حساب میاد. الان علنا هم خودشون میگن که آقا ما دشمن شما هستیم، اعتراف میکنن و الان بهش اشاره میکنن. بنابراین در این شرایط یک نفر باید این خلأ رو پر بکنه و این تغییر بزرگ رو دقیقاً اعلی حضرت در اون سخنرانی که در مورد خلأ صحبت کردن و مردم منطقه گفتن ما اجازه نخواهیم داد خلأ به وجود بیادم، همینه. ما مبارزینی بسیار قدرتمند نیاز داریم، نترس، کسی چی نترسن، مراقب و مواظب باشن، در لحظه که نیازه به کمک ایران بیان و پی هر چیزی رو به تنشون بمالن و به هر قیمت ایران رو آزاد بکنن. جالب توجه خدمت عزیزانی که تماس میگیرن و ایمیل میفرستن برای ما و یا تلاش میکنن ما تماس بگیرن، بگم که هیچ نیازی نیست با ما تماس بگیرید. شما میتونید از گفته‌های ما، از نقطه نظرهای ما همه استفاده بکنید، اما خدمتتون عرض بکنم به کلی ارتباطات اینترنتی رو از تماساتون حذف بکنید. اصلا هر نوع تماسی که از طریق اینترنت ایران انجام میدید حذف بکنید. ما دم دستگاهمون امنه، اما ما نمیدونیم که دم دستگاه شما امن باشه یا ارتباطات شما زیر شروط نباشه یا جاسوسی وجود نداشته باشه که خیلی وقتا وجود داره، ما اصلا دیدیم این رو. بنابراین خدمت شما عرض بکنم هر کاری که نیاز انجام بدید با افراد مورد اعتمادتون انجام بدید، یعنی آدمایی که میشناسیدشون، به خصوص آدمای جدیدی که برمیخورید به شدت آزمایششون بکنید، امتحانشون بکنید، سر راشون آزمایش امتحان بذارید تا مطمئن بشید جاسوس نباشن. بسیاری دستگیر میشن با همین خطاها، بسیار مطمئن و بسیار با اطمینان رفتار بکنید و مواظب باشید که گیر نمیافتید، اما از مبارزه هم دست بر ندارید. این پیام ما به شماست، نیازی نیست با ما تماس بگیرید، کار خودتون رو انجام بدید، بدونید که در زمان خودش جنبش و انقلاب ملی شما رو به جا خواهد آورد و شما با حضورتون خلأی رو که بعد از سقوط رژیم به وجود خواهد اومد پر خواهد کرد. این چیزی که باید باشید، شما باید گروه باشید، شما باید حضور داشته باشید. اما اگر برگردیم به اصل موضوع، الان در شرایطی که اعلی حضرت نقشه کلا سازش ایران دادن و الان غرب به کلی از حضور ایشون در بعد بزرگی، نه همه غرب، حداقل الان 50% آمریکایی‌ها دارن به این سمت میرن، دارن میشه 50% که اعلی حضرت رضا شاه دوم راه حل ایرانه و نه تنها راه حل ایران بلکه راه حل منطقه است. باید که گفتم آمریکا داره میره، خلأ داره به وجود میاد، کسی باید اینو پر بکنه. اسرائیل به تنهایی با وجود اندازش نمیتونه، همپیمان نیاز داره این کارو بکنه. این همپیمان ما باید باشیم، ما نباید بذاریم عربستان مثلا از این ادعاها بکنه یا مثلا امارات و اینا، ما باید همپیمان اسرائیل باشیم، در اول صف امنیت منطقه ما باید باشیم. این یکی از اولین اهداف سیاست خارجی ما خواهد بود. خب اما علی خامنه‌ای الان علیه ملت ایران ابراز جنگ کرده، نه تنها الان، روز گذشته این آقای پزشکیان دلغک مسخره مضحک بودجهشو اعلام کرده که توش کل غلط امرایی و غلط تایپی و انقدر مسخره است که حد حساب نداره. این آدم کلش، کل سیستمشون، همشون، یعنی این دولت جدید منظورمه، کل روحانیت شیعه که مسخره است، این اصلا یه چیز عتیقه ایه، به همین سادگی من میشم میگم یه چیز اصلا بی‌نظیره کلا در این رژیم. این بودجه سال آیندهشو بر پایه گران کردن شدید قیمت بنزین خب و انرژی در ایران پایه‌گذاری کرده. یعنی اینا اصلا کاری که دارن میکنن ملت رو دسته دسته به خیابان‌ها خواهد کرد. خب نه تنها این، امروز علی خامنه‌ای حرفایی زده که اثبات حرفایی که ما سال‌ها داریم می‌زنیم و نجات پرست بودن رژیم رو اثبات می‌کنه. گفته غلط کردن، خیال کردن با اقدامات سخیفی مانند جشن هنر شیراز می‌توانند شیراز را از مرکز دین و ایمان به نقطه فساد برگردانند. اشارش به جشن‌های 2500 ساله هنر شیراز. خب علی خامنه‌ای سیدزاده عربزاده نجات پرست عرب، خب این آدم اومده ایران میگه که ایرانی‌ها غلط میکنن تمدن خودشون رو جشن بگیرن، چون یه سید تو شیراز دفن شده، ما اونو کردیم مقدس، یا تو مشهد تا یا تو قم یا تو مثلا چه می‌دونم تهران یا هر جای ایران، ایرانی‌ها دیگه برده ما هستن و غلط میکنن تمدن خودشون رو به جا بیارن. خب این آدمیه که الان در این شرایط که مردم آه در بساط ندارن قول داده که لبنان رو از نو خواهد ساخت. چند روز پیش با هم ببینیم. بس هلا قبل لك الحزب عين قيادته جديده وقياده مش معروفه، لانه اكيد لو معروفه كانوا بيستهدفوها. اعطيت الاوامر، الجبهه شغاله، الامام الخامنئي اخذ قرار بدعم الحزب بكل شيء، حتى لو ما حدا عمر رح يعمروا هن.
الإيرانيين شو بيكلف ما عندهم مشكلة، وهذا موضوع بيطمئن الناس. معلومات؟ ايه أكيد تبلغوا، مش إنه يعني تبلغوا 10-15-20 مليار شو بيكلف العمار الإيراني بيعمله حتى لو ما حدا شارك فيه، رغم إنه الآن في دول عربية بلشت تحكي عن المشاركة بالأعمار. در چه شرایطی آقا قول داده که 20 میلیارد دلار دیگه خواهد فرستاد لبنان، در حالی که از مخفیگاه حسن نصرالله نیم میلیارد دلار پول و ارز پیدا شده؟ نیم میلیارد دلار حسن نصرالله علنا بارا گفته بود که همه چیز ما از ایران میاد. حالا ما نمیخوام دوباره این ویدیو رو برای شما بذاریم، تکراری شده، اما علنا به اعتراف کرده بود. خب حالا در چه وضعی الان وضع ایرانی رو شما ببینید؟ رفتم قصابی گوش بگیرم، میگم چقدر میشه، میگه چرا نمیری از ادارت نامه میگیری به بازنشسته ها دارن گوشت قسطی میدن. خاک بر سر ما مدرکت فوق لیسان برم گوشت قسطی بگیرم. مفعولی که 100 میلیون تومن حقوق میده و هرگز بازنشسته دی نداره. حاضر بودم اونجا بمیرم، این حرفا نشنوم. خب ببینید بزرگواران، الان آمریکا و دنیای غرب داره به خوبی انتخاب میکنه که چه کسی رو پشتیبانی خواهد کرد، اما این پشتیبانی مشروطه. یعنی چی؟ یعنی این پشتیبانی زمانی اتفاق خواهد افتاد از اعلیحضرت رضا شاه دوم، از میهن پرستان، که مردم داخل ایران نشان بدن که پشتیبان اعلیحضرت. اینو نشون بدید، هر جور که میتونید نشون بدید، با دیوار نویسی، با فرستادن ویدیو به شبکه‌های مختلف فارسی، انگلیسی، فعالیت اینترنتی. اما اگر دیوار نویسی باشه در شهر تهران یا در شهرهای دیگه ایران باشه، بسیار بسیار تاثیرگذارتره. یا همین گزارش های شهروندی که میفرستن به مناطو یا به ایران اینترنشنال، تا میتونید از اینا بفرستید در زبان های مختلف، به خصوص انگلیسی، سعی کنید توش باشه. ما باید به دنیا نشون بدیم که اعلیحضرت در ایران پشتیبان داره، ما باید نشون بدیم که ایران صاحب داره. طرف تمام این میلیارد تا دلاری که فروغ فرستاده برای سیدهای لبنان، این کافی نبوده، الان دوباره میخواد 20 میلیارد دلار دیگه بدوزه بفرسته به اونجا. امیدوارم اسرائیل هرچه سریعتر تمام دم و دستگاه صادرات نفت ایران رو بزنه تا ما یک بار برای همیشه تکلیفمون با ایران و این نفت لعنتی که ایران رو به خاک سیاه نشونده روشن بشه. اگر ایران منابعی داره که میتونه بهش کمک کنه خوبه، اما ما نباید آیندهمون رو دوباره بر پای نفت بچینیم. ما به فکر چیزهای دیگه هستیم، ما برنامه‌ریزی دیگه کردیم. و این رو بدونید، بعد از رفتن این رژیم ایران اصل صادراتش نفت نخواهد بود. ما روی چیزهای دیگه کار خواهیم کرد، ما کاری خواهیم کرد که اقتصاد ایران سالم خواهد بود، ما کاری خواهیم کرد که سفره مردم وابسته به نفت نخواهد بود. اینو مطمئن باشید، این شدنیه، اما این فقط با یک مدیریت همه جانبه ملی، با یک پادشاه میهن‌دوست امکان پذیره. اما فرصتی که به دست اومده بسیار بسیار ویژه است. الان حتی دونالد ترامپ که آدمی که هیچ وقت تو مسائل داخل کشور دیگه دخالت نمیکنه، نظرش راجع به رژیم اسلامی تا حد زیادی گذشته. اما واقعیت اینه که نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه نمیتونه در ایران انقلاب بکنه. اینا میتونن رژیم رو تضعیف بکنن، اینا میتونن به ما کمک بکنن، اما آخرین قدم رو ما ملت ایران باید برداریم. این فرصت استثنایی رو نباید از دست بدیم. این رو بارها اسرائیلی‌ها طی روزهای گذشته گفتن، ما باید اون رو جدی بگیریم و در نهایت توانمون از اون استفاده بکنیم. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی، جاوید جا، تا با خبر بعدی، بدرود.